سیمرغ مرغی سفسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغی است فراخبار و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از فروغ. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیر عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغی است با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سی مرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند،
به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران رستاخیز سیمرغ. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید و بیننده یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ با من مهران کمالپور و همراه دو دوست و همرزم عزیزم جناب دکتر سروش مهراد و همرزم بسیار بسیار عزیزم سعید قاسمی هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه و در 19 شهریور ماه 2580 شاهنشاهی هخامنشی تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در آغاز برنامه بریم سراغ دوستان عزیزم. جناب دکتر سروش مهراد، درود بر شما. درود بر شما کدوان کمالپور گرامی، سپاسگزارم و درود میگویم به کدوان قاسمی گرامی. درود به همه همتباران، هممیهنان، همزبانان در هر کجای جهان پهناور که هستند، به ویژه در ایران شهر بزرگ محروزی یا تاریخی، با درود به همه تیره‌های ایرانی در سرتاسر ایران شهر بزرگ، آنانی که در ایران کنونی زیست می‌کنند یا آنانی که در دیگر بخش‌ها هستند و در آنجا باشند، و آرزوی دلارامی دارم برای همه هممیهنان، همتباران، همزبانانی که خیشاوندانشان، دلبندانشان، دوستانشان را در پی بیماری کرونا از دست دادن، به ویژه در ایران کنونی که به شیوه سازماندهی شده گروه گروه از هممیهنان ما هر روز دارن کشته می شوند و این دیگر نامش نجات کشی سازمان یافته است، نامش نبود امکانات نیست. سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم. و اما جناب قاسمی عزیز، درود بر شما. بله، درود به همه دوستان، درود جناب کمالپور، دکتر مهراد عزیز و همه عزیزانی که برنامه را الان به صورت لایو دارن از برنامه فیسبوک رستاخیز سیمرغ میبینن و دوستانی که در آینده در یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و جاهای دیگه میبینن. سپاسگزار میشم از دوستان به خاطر اهمیت این برنامه. میدونید که رستاخیز سیمرغ یکی از اصول اصلیش اینه که مردم ایران باید از پای منبرها بلند بشن. بنابراین ما تو رستاخیز سیمرغ معمولاً سعی میکنیم که زیاد وقت هموطنان رو نگیریم، اما هر موقع هم که میای مطالبی هست که باید به گوش هموطنان برسه و یک سرفصل جدیدی توی اپوزیسیون یا توی اون فعالان سیاسی که حرفی برای گفتن ندارن باز بشه. بنابراین لطفاً این برنامه رو تو اونجایی که میتونید توی فیسبوک پخش کنید، توی مسنجر برای دوستاتون ارسال کنید، چون برنامه اهمیت بالایی داره. بله، خدمت رو عرض کنم دوستان. همونطور که جناب قاسمی گفتن، ما هر دفعه میاییم یه مطلب جدیدی رو عنوان میکنیم یا به یه سری مطالبی میپردازیم که بعد از چند وقت تازه میبینید که جاهای دیگه دارن بهش میپردازن و در رابطه با اون صحبت میکنن. یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که حائز اهمیت هست و نمیدونیم چرا این اتفاق، البته ما میدونیم و میخواییم امشب به این بپردازیم، چرا هر زمانی که در داخل ایران هممیهنان و همرزمان عزیز ما میان کف خیابون و شروع به قیام میکنن برای گذار از جمهوری اسلامی، ما شاهد این هستیم که رسانه‌های وابسته به کشورهایی که از دیرباز دشمنان ایران بودن، هستند و قطعا هم خواهند بود، به دلیلی که دشمنان سوگند خورده ایران و ایرانی هستند، و یا رسانه‌های پاکستانی لس‌آنجلسی شروع می‌کنند به برنامه‌های پشت سر هم و ساعت به ساعت گذاشتن با تجزیه طلبان با عناوین رنگی و مختلف و گوناگون. چگونه هستش که در روزهایی که مردم کف خیابون نیستن به مسائل دیگه می‌پردازن، کم و بیش، نه کم و بیش، می‌پردازن به مسائل تجزیه ایران و بیشتر مهمان‌هایی هم که دعوت می‌کنن همه تجزیه طلب چپی هستن که همه از قدیم الایام دشمن بودن، اما چرا در زمان قیام سعی میکنن که یک ترسی رو بندازن به جون مردم با اینکه تجزیه طلبا فوری بیان وسط و یک سری مسائلی رو مطرح کنن، چه در رابطه با بخش‌های ترک‌نشین یا آذری زبان ما، بخش‌های کردنشین یا کرد زبان ما و بخش‌های عرب زبان و بلوچستان ما.
این یک دلایل خاص خودشو داره که امروز با توجه به یکی از برنامه‌های اخیری که منتشر شد می‌خوایم به این مقوله بپردازیم تا یک مقدار با زاویه هایی که تا امروز بهش نپرداختیم و صحبت نکردیم، عواملی شاید باشن که باز باید تکرار کنیم تا برای همیهنان عزیزمون یادآوری کنیم که فراموش نکنن دشمن در کمین تمامیت ارضی کشور ما نشسته از بیرون و جمهوری اسلامی از داخل داره کمکش میکنه با هر ابزار و وسیله‌ای که شده تا دشمنان ما بتونن ایران رو تیکه و پاره کنن. همونطوری که شاهزاده عزیز گفتن، فرمودن جمهوری اسلامی تا زمانی که در داخل ایران هست ایران در خطر تجزیه قرار خواهد داشت. و یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی خودش عامل تجزیه کشور ما هست. بنابراین امروز میخوایم به این مقوله بپردازیم. جناب قاسمی شما اول، چون میدونم یه مطلبی قطعا خواهید داشت، اینو بفرمایید، بعد بریم سراغ آقای دکتر و اینکه آیا با ویدیوها شروع بکنیم یا چی. بفرمایید. بله، خب من مطالبی که باید توی ابتدای این برنامه در موردش صحبت کنم، یه مطلبش شما اشاره کردید اما بذارید من کامل ترش کنم. ما توی رستاخیز سیمرغ اومدیم مطالب رو منتشر کردیم، اسناد رو ارائه دادیم و طبق مستندات تاریخی ثابت کردیم افرادی که در فاجعه 57، یعنی در انقلاب 57 نقش اساسی داشتن، بلا استثناء ایران ستیز بودن، بلا استثناء ماموران حقوق بگیر و جیره خار کشورها و مافیاهای مختلف بودن برای نابودی کشور ایران. خب این مرد صدای من میاد؟ بله صدات هست. بله، خب این مطلب ثابت شد توی رستاخیز سیمرغ، ثابت شد بارها ثابت شد. اما مطلب دیگه ای که حالا باید بهش اضافه کنم که قبلا هم بهش پرداختیم اونم اینه دوستان، گام اول نابودی ایران وارد کردن ویروسی به نام خمینی بود سال 57 و اون فریب بزرگ که در موردش صحبت کردیم، دشمنی ظاهری جمهوری اسلامی با آمریکا، انگلستان، اسرائیل و کشورهای غربی، تمام اینا رو صحبت کردیم. مطلب دیگه ای که حالا باید بهش اضافه کنیم اینه دوستان، گام دوم مافیای جهانی با استفاده از جمهوری اسلامی و عوامل 57، یعنی کسایی که توی اون تاریخ، توی اون دوران، حالا یا چریک فدایی بودن یا اکثریتی بودن یا اقلیتی بودن یا چپ بودن یا هر چیزی که بودن، یعنی با هر عنوانی که اون موقع فعالیت میکردن، امروز دارن تلاششون رو میکنن برای برداشتن گام دوم، که گام دومش همین چیزیه که علی خامنه‌ای هم در موردش صحبت کرد، بقای اهریمن ایران ستیز 57 در ایران با دو کلمه جمهوری و اسلامی. اینو داشته باشید. حالا میخوایم توی این برنامه یه سری مستندات دیگه، یه سری برنامه‌های دیگه رو با دوستان در میون بذاریم و ببینید که الان توی اتاق فکر مافیای جهانی مخصوصا انگلستان چی میگذره، چه خوابهایی برای ایران دیدن. و خیلی جالبه بعد از این مطالبی که منتشر میشه، یعنی واقعا اگر ما یک اپوزیسیون به درد بخور داشتیم، اگر یه مجموعه واقعا مجموعه دلسوزی در اپوزیسیون وجود داشت، خیلی راحت میتونست جلوی خیلی از این اتفاقات رو بگیره. کار رو به جایی رسوندن که با بیشرمی تمام میشینن توی این رسانه ها و اصلا دیگه چیزی به اسم ایران رو به قول معروف تمام شده میدونن، یعنی اصلا چیزی توی گفتمان های این اراذل و باش 57 چیزی به اسم ایران دیگه وجود نداره. الان درگیری ها فقط تعیین حدود مرزی بین اون کشورهایی که میخوان از ایران جدا کنن، یعنی اختلافی که بین ملت ایران جمهوری اسلامی انداخت، مافیای جهانی انداخت، و نقشی که اون اراذل و باش 57 امروز دارن بازی میکنن برای تیکه پاره کردن ایران. این داستان تجزیه ایران و نابودی حوزه تمدنی ایران شهر رو رستاخیز سیمرغ بارها و بارها در موردش صحبت کرده، اما باز هم اون تیکه های دیگه پازل رو باید کنار هم دیگه بذاریم تا هموطنان بدونن متوجه خطر بسیار بسیار بزرگی باشن که در آینده کشورمون ایران اینا براش در نظر گرفتن. حالا این مطالب رو که ما گفتیم، اونایی که برنامه رستاخیز سیمرغ رو میبینن در مورد این نسل‌کشی، در مورد کشتار ایرانیان، همه این مسائل رو دیدید که گام به گام، نقطه به نقطه اتفاق افتاد و
بسیار بسیار جای تأسف داره که بگیم زمان به نتیجه رسیدن این سناریوی ایران ستیز داره به دقایق آخرش میرسه. بازی به سرعت روی دور تند اتفاقاتی که داره در خاورمیانه و در ایران میفته و متاسفم که بگم تمام این بازی ها و این سناریو ها و این شاموختی بازی ها داره میره به سمتی که حالا شما توی این گفتگو میبینید و تیکه به تیکش رو میشنوید و پاسخ دکتر مراد جناب کماپور و من هم خواهید دید. بفرمایید دکتر جان. خواهش میکنم، سپاسگزارم از گفتگوهای ارزشمند شما و کتمان کماپور گرامی. هم میهنان گرامی، اگر به یاد داشته باشید ما در رستاخیز سیمرغ بارها و بارها به مسئله قومگرایی، تجزیه طلبی، تروریسم قومی و عشیره‌ای پرداختیم. حتی برخی از هم میهنان شاید گله میکردن که چرا شاید به این موارد تا این اندازه پرداخته میشود. هم میهنان گرامی، از روزی که خمینی بر سر کار آورده شد از سوی MI6 یا MI6 و CIA و موساد، به ویژه با کمک های موساد، برادران حتی تباری و مکتبی خمینی در موساد، چون خمینی که خودش رو از نسل محمد و محمد هم خودش رو از نسل اسماعیل میدانست پسر ابراهیم، و یهودیان هم خودشان رو از نسل یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم میدانند، یعنی هم برادر تباریش بود موساد، برادر تباری خمینی بود و هم برادر مکتبی و باوریش، چون 80-90% اسلام از یهودیت گرفته شده است. این رو در بارها پیرامون این در رستاخیز با شما گفتگو کردیم. مسئله قومگرایی از روزی که خمینی بر سر کار اومد شوربختانه هم میهنان ما آغاز شد و به ویژه در 20 سال گذشته، 25 سال گذشته از دید من چهره تازه‌ای به خودش گرفت که در این درباره این قومگرایی ها پروبال دادن به اشکیر پرستی و قوم پرستی و قومگرایی در برخی از استانهای خوزستان، همکاری با گروه های سران گروه های قومی، همکاری با به ویژه اون چپ مغزان، یعنی طیف همونجوری که شاهنشاه می‌فرمودن طیف دار و دسته ارتجاع سرخ، برخی از اینها تواب شدن، جمهوری اسلامی روشون سرمایه گذاری کرد، اینها رو باشون همکاری کرد و اینها رو به عنوان افراد قومگرا در درون ایران آغاز به کار کردن. بخشیشون هم صادر شدن به بیرون از ایران برای اینکه دامن بزنن به قومگرایی. حالا چرا جمهوری اسلامی به قومگرایی دامن میزند؟ چرا جمهوری اسلامی از حالا برخی ها شاید کمی سطحی نگری بکنن بگن خب جمهوری اسلامی داره در برخی زمینه ها همبازی میشه با استخبارات عربستان، میت ترکیه، MI6 یا MI6 و موساد، در صورتی که این گونه نیست. همونطوری که دوستان هم بارها گفتن در رستاخیز مأموریتی است که به جمهوری اسلامی داده شده است. شما ببینید برخلاف آن چیزی که اسلامگرایان تبلیغ میکنن که در باور ما قومگرایی وجود ندارد، اتفاقا ما در ایران امام جمعه قومگرا داریم، سپاهی قومگرا داریم، اعضای شورای شهری که شورای نگهبان تاییدش کرده قومگرا داریم. اینها رو همه رو با سند و مدرک به شما نشون دادیم. ببینید اینها رو دارم در جایگاه پیش زمینه برنامه به شما میگویم. هم میهنان گرامی، بی بی سی رو که خوشبختانه بسیاری از هممیهنان میشناسند، اما برخی از هممیهنان یا همتباران و همزبانان ما شوربختانه هنوز برخیشون پای برنامه های آیت الله بی بی سی مینشینند، اونجا نمیدونم کامنت میذارن، یا برخی ها برنامه های آیت الله بی بی سی رو که به درستی نامش آیت الله بی بی سی گذاشته شده رو پخش میکنن. برای اون دسته از چون این برنامه هایی که در رستاخیز ساخته میشه مخاطبانش خاص نیست، برای همگانه، یعنی همه آنها، شاید آنهایی که بخشی یا همه این مطالب را میدانند، یا برای آنهایی که آگاهی ندانند و با دیدن این برنامه ها به آگاهی میرسن خوشبختانه. برای اون دسته از هممیهنانی که هنوز شوربختانه با شگفتی بگویم بی بی سی و ذاتش و ماهیتش رو نشناختن، بگویم که برنامه های بی بی سی کاملا هماهنگ شده با MI6 یا MI6 هستش. هیچ برنامه اینها توان ساختش رو به زبانهای گوناگون ندارن که خارج از اون چارچوبی باشد که
وزارت امور خارجه و MI6 در انگلستان به اینها دیکته میکنند. یعنی شما هر برنامه‌ای رو در بی بی سی یا صدای آمریکا وی او ای میبینید یا میشنوید، اینها برنامه پشتش است، برنامه ریزی شده است، هماهنگ شده است و اینها سر خود نمیتوانند دست به ساخت برنامه بزنند. یکی از میتوانم بگویم هدفمندترین برنامه های بی بی سی پرگار بی بی سی است. بی بی سی که از سال 2009 شبکه تلویزیونیش به راه افتاد و آغاز به کار کرد و همون بنگاه سخن پراکنی بی بی سی که در زمان شورش 57 برنامه های رادیویش در ایران شنیده می شد و یکی دو روز پیش از آن که راهپیمایی برگزار شود می گفت که به دعوت آیت الله خمینی تظاهرات باشکوهی برای نمونه فردا در تهران یا شهرهای دیگر برگزار خواهد شد و تبلیغ می کردن برای خمینی. برای اینکه شما ماهیت این رو بهتر بشناسید هم میهنان گرامی، ماهیت برنامه پرگار بی بی سی رو و پی ببرید که چگونه بی بی سی برای اینکه بیش از این خرد نشه از سوی میهن پرستان ایرانی یا کسانی که دیگه شناخت خوبی نسبت به ماهیت ایران ستیزانه بی بی سی پیدا کرده اند، در بسیاری از برنامه ها سخنان خودش رو با مهمانان گزینه شده از دهان مهمانان برنامه میزنه هم میهنان گرامی. یعنی به جایی که آقای داریوش کریمی مجری برنامه بی بی سی که از سال دوم به راه اندازی شبکه تلویزیونی بی بی سی مجری برنامه پرگار بوده و برنامه پرگار از سال 2010 به کار افتاده و آغاز به کار کرده، با گزینش مهمانان یعنی اونهایی رو که خودشون میخوان و هماهنگی با اونها سخنانی رو که نیاز دارن از زبان اونها میرسانن به بینندگان و شنوندگان. که با اون یه ویدیو شماره 1 رو اگر سپاسگزار میشم شما آماده بفرمایید، این رو من میخوام فقط اکنون مخاطبم اون دست از همیهنانی هستن که شوربختانه و با شگفتی هنوز ماهیت بی بی سی رو درک نکردم. اگه اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوها، صحبتاتون تمام شد، من یه مطلبی رو عرض کنم بعد بریم سراغ ویدیو. فقط این رو به کوتاهی بگویم بعد زمانی که خواستید ویدیو رو آماده کردید بفرمایید که من سخنانم رو دوباره پی بگیرم. یعنی جمله به جمله شما به همه برنامه‌های بی بی سی آیت الله بی بی سی باید همینان دقت بفرمایید، ولی به برنامه مانند برنامه برای نمونه، حالا اون 60 دقیقه و چیزهای دیگرش به کنار، به همش باید با دقت، اونایی که کار پژوهشی میکنن، وگرنه برای نمونه من که نمیشینم بی بی سی نگاه بکنم، همیهنانی که میخوان ماهیت بی بی سی رو به پی ببرن یا اونایی که هنوز شوربختانه پوزش میخوان، بیادبی نباشه دوزاریشون نیفتاده، میشینن نگاه میکنن، دست کم اگر بیننده این برنامه هستن از امروز به این جمله هایی که جا اندازی میشه از سوی بی بی سی دقت بکنن. جمله به جمله داریوش کریمی این جمله ها برنامه ریزی شده است. آقای داریوش کریمی که از پیرامونتون گفتم همسر روزیتا لطفی است، چون 7 سال شبکه تلویزیونی بی بی سی صادق سبا بود، یک مامور MI6 یا MI6 آموزش دیده بسیار حرفه‌ای و ایران ستیز که بعداً MI6 مأموریت بهش داد که بره توی شبکه عربستان یا جمهوری اسلامی ایران، ایران اینترنشنال که به نادرستی ایران اینترنشنال نامیده می شود، درستش عربستان و جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال است. و سال 2016 هم که 25 ژانویه 2016 هم که روزیتا لطفی زن داریوش کریمی که مجری پرگار بی بی سی است مدیریت بی بی سی رو به عهده گرفته. این زن آموزش دیده، این هم از مامورین MI6 آموزش دیده توسط سازمان اطلاعات و امنیت انگلستان یا همون MI6، در ایران زبان انگلیسی خونده، در رشته مطالعات یا بررسی ها و پژوهش های خاور نزدیک و خاورمیانه رو در دانشگاه بررسی های دانشکده بررسی های شرق‌شناسی و آفریقایی دانشگاه لندن به پایان رسونده و خب دقیقا در اون زمینه که بهش نیاز داشتن، مسئله شرق شناسی در شرق و به ویژه خاورمیانه
که رشتش هم خاور نزدیک و خاورمیانه بوده، کاملا آموزش های لازم رو دیده و باز هم میگویم یک مأمور MI6 یا MI6 است. کدوان بفرمایید که پس از سخنان شما بتونیم بودید. سپاسگزارم از شما. خدمتتون هست خانم دوستان. ما برای اینکه خواسته باشیم به ماهیت تجزیه طلبان بپردازیم و مطالبی که آقای دکتر و جناب قاسمی گفتن قشنگ جا بیافته، فکر میکنم باید به تاریخچه این اتفاق هم یک نگاهی بکنیم. یعنی ما اگر تا قبل از انقلاب مشروطه یا قبل از به پادشاهی رسیدن رضا شاه بزرگ توسط شورای ملی، مجلس شورای ملی، یه نگاهی بندازیم، هم از شمال ایران روسیه داشت تلاش میکرد که ایران رو تکه پاره کنه، هم انگلستان داشت تلاش میکرد که ایران رو تکه پاره کنه. در واقع زمانی که رضا شاه بزرگ به مقام پادشاهی رسید، ایران 17 منطقه داشت که اعلام خودگردانی کرده بودن، اعلام استقلال کرده بودن و یک ایران تکه و پارچه تکه تکه شده ای بود که کسی جرأت نمی کرد مسافرت بره. هر کسی برای خودش داشت یک جایی رو مدیریت می کرد، به غارت می برد، به یغما می برد، کاروانها رو لخ می کرد و در جنوب مهمترینش در خوزستان شیخ خزعل بود که دیگه داستانش رو همه تون می دونید و اینکه حتی رضا شاه بزرگ در سفر به خوزستان برای اینکه با شیخ خزعل صحبت کنه با چه مشکلات و معضلاتی روبرو میشه، تا اینکه انگلستان دست حمایتش رو از پشت شیخ خزعل ور میداره و میبینه که نمیتونه با این سیستم و با رضا شاه بزرگ خواسته باشه تو این مقطع درگیر بشه. و بعد یواش یواش میرسیم به دوران شاهنشاه آریامهر، میبینیم که کماکان ایران در امنیت قرار میگیره دیگه، اون خودگردانی هایی که صورت گرفته بود، حتی قوچان و قزوین و قوم و همه اینا تیکه پاره شده بود، هیچ کدوم از اونها ازشون خبری نیست. پس چطوری میشه که ناگهانی دوباره یک نفر از مسکو بلند میشه میاد در تبریز به اسم میر جعفر پیشوری و از 1323 با پول اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی شروع میکنه 5 استان آذری زبان ما رو قلقم کردن با نیروهایی که بهش میدن، با نیروهایی که جمع میکنه از روی مناطق، با تسلیحاتی که بهش داده میشه، با پولهایی که بهش داده میشه، همه رو از ژاندارم و کسانی که مخالفش بودن رو میکشه. در ادامه میبینیم که از 1324 یعنی یک سال بعد دوباره حزب دموکرات کردستان جون میگیره و کی بهش این جون رو میده؟ حزب دموکرات آذربایجان، هم بهش تسلیحات میده هم بهش تأمین مالیش رو تضمین میکنه. نکته حائز اهمیت برای من اینجاست که در اون زمان دقیقا همون حرفهایی رو میزدن، دلایل این که چرا ما میخواییم از ایران جدا بشیم، چرا میخواییم اصلا مستقل بشیم، همون حرفهایی رو میزدن که امروز شما دارید میشنوید. از تبعیض منطقه‌ای بگیرید توسط حکومت مرکزی، در همان روز هم زده شد، امروز هم کماکان داره زده میشه. در رابطه با عدم آموزش زبان مادری اون روز هم گفتن، هنوز هم داره زده میشه. این که چرا اینجا بهش پرداخته نمیشه، چرا کارمندان یا مسئولین منطقه‌ای نباید محلی باشن، اون روز هم گفته شد و هنوز هم بعد از 43 سال که جمهوری اسلامی هم داره میاد بهش پرداخته شده. یکی از دلایلی که در همون زمان خیلی از روشنفکرنماهایی که شروع کردن با حکومت شاهنشاهی و پادشاهی کشور ما جنگیدن، چه به صورت تروریستی چه به صورت مثلا اعتراضات این ورانور جست و گریخته کردن، چه کمونیستا، چه چریکان فدایی خلق، چه مجاهدین، چه نهضت آزادی، همه و همه و همه اینها، اونهایی که در این مناطق بودن، تمامی این دلایل رو عبردن که حکومت پادشاهی سقوط کنه، برسن به یک حکومتی که مثلا مافیا بهشون گفته بودن که ما منافع شما رو در منطقه تامین میکنیم. پس چی شد؟ از سال 57 تا الان چرا اون کسانی که به شما قول دادن، وعده وعید دادن، هیچ کاری براتون نکردن در حکومتی که اونها تحمیل کردن به مردم و ابزار دست اونها شماها بودید؟ و الان هم دوباره میخواهید توسط همون افراد، همون گروه ها، همون کشورها با دامن زدن به تجزیه ایران این مسیر رو بسترسازی کنید، فراهم بکنید که برسونید این بار توسط خود جمهوری اسلامی به تجزیه، چون اون داره شرایط رو براتون مهیا میکنه.
اگر حکومت شاهنشاهی این بستر رو برای شما مهیا میکرد، به مردم اون مناطق کمک نمیکرد، امکانات و شرایط اجتماعی رو فراهم نمیکرد، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی رو رعایت نمیکرد، هیچ زمانی یکی از دلایل مهمش همین بود، هیچ زمانی با نمیستادن که حکومت شاهنشاهی سرنگون بشه. اما چون حکومت شاهنشاهی جلوی تمام این اتفاقات ایستاد که ایران تجزیه نشه، به مردم تمام مناطق کمک کرد، در جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی به نشانه 2500 سال 2500 مدرسه ساخته شد در ایران و بیشتر این مدارس در مناطق محروم ساخته شد. بنابراین حکومت پادشاهی، حکومت شاهنشاهی، شخص شاهنشاه آریامهر اولیا حضرت، شهبانو فرح پهلوی و تمام کسانی که در اون زمان در رأس امور و در رأس دولت بودند، به تمامی مطالبی که باید مردم ایران به کمترین حقوقشون در اون مناطق پرثروت و بالاترین حقوقشون در مناطق کم درآمد و فقیر برسن توجه داشتن. پس چون این شرایط در اون زمان مهیا نشد براشون، مجبور شدن که بگن آقا این نمیخواد با ما همکاری کنه، بذارید حکومت شاهنشاهی رو برداریم، ما با بودن شاه نمیتونیم ایران رو تجزیه بکنیم، باید یه حکومتی بیاریم که هرچی گفتیم بگه بله قربان، بگه چشم. جمهوری اسلامی رو الله خمینی رو آوردن، تا الان هم علی خامنه ای نشسته رو همون صندلی خمینی، تمام این شرایط رو توسط سپاه تروریستی فراهم کردن. اینکه حالا چه ابزاری داره در خارج از ایران این شرایط رو برای آمادگی افکار عمومی فراهم میکنه به عنوان رسانه، اینو در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود و بهتون میگیم. خب من در خدمت مهراد جان، یه لحظه قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، من یه توضیح دکتر رو بذارید من کامل کنم در مورد بی بی سی که شون مطلب رو فرمودن. ببینید دوستان، توی انگلستان و آمریکا، مخصوصا این دو تا کشور، طبق سیاست کلان حکومت پشت سر، یعنی داخل این دو تا کشور، دستور کار به اندیشکده ها داده میشه، پروژه به اندیشکده ها داده میشه، اندیشکده ها در موردش بررسی میکنن، راهکار ارائه میدن و این راهکار از طریق سیستم امنیتی اون کشورها به رسانه های دولتی داده میشه. یعنی الان دوره دیگه دوره لشکرکشی مثل زمان گذشته نیست، الان جنگ قدرت ها، جنگشون با تبلیغاته، با رسانه است، ابزار قدرتشون رسانه است. شما وقتی یک مطلبی رو از بی بی سی میشنوید یا از صدای آمریکا میشنوید، یعنی این اون سیاستیه که توی اندیشکده ها تصمیم به قول معروف راهکاراش بررسی شده و وزارت امور خارجه اون کشورها دارن روی این سیاست کار میکنن. یعنی این تبلیغات زمین سازیه آماده کردن افکار عمومی برای اون سیاستی که در دستور کار وزارت امور خارجه هر کشوری مثل آمریکا یا انگلستان به قول معروف داره روش اقدام انجام میشه. بنابراین بسیار بسیار مهمه که شما اگر میخواید بدونید تو فکر اتاق فکر انگلستان چی میگذره، همین صحبت یا این برنامه که الان ما میخوایم در موردش صحبت کنیم و بذاریمش رو، شما میتونید از اینجا مطالب رو در بیارید که یک کشوری مثل انگلستان، ببینید اینجا ننگ برای یه چیزی به اسم اپوزیسیون اگه ما داشته باشیم، که یک کشوری به اسم انگلستان بیا برنامه به زبان فارسی بذاره برای مردم ایران، بعد واژه و نام ایران رو کلن حذف کنه، اصلا ایران رو نادیده گرفته، تموم شده حساب بکنه و بیاد مطالبی رو بگه که حالا شما در ادامه میشنوید و به این مطالب مشروعیت بده. پشت نام چی؟ خیلی مهمه دوستان، پشت نام دموکراسی. اینو خواستم اینجا رو اضافه کنم به صحبت دکتر جان. خواهش میکنم. درود بر شما کدوان کمالپور گرامی. این ویدئویی که ما اکنون میخوایم نشون بدیم به عنوان یک مورد اثباتی از همین چیزهایی است که من و شما و کدوان قاسمی گرامی میگفتیم که مهمانها گزینه شدن بر پایه اهداف و خواستهای MI6 یا MI6 و وزارت امور خارجه انگلستان و اون سیاستهای تدوین شده مهمانها گزینش میشن و هیچ کار من و شما و کدوم قاسمی برای نمونه اونجا جایی نداریم و نمیخوایم هم که داشته باشیم و شادیم از این که نداریم و نشون میده که ایران ستیز نیستیم که اونجا نمیریم. این رو ویدئوی شماره یک رو که نشون بدیم، بعد فقط یک مطلبی رو من به شما بگم، چون ویدئوی اون برنامه بی بی سی رو خود شما و کدوم قاسمی گرامی برای من فرستادید، من اونو برای شما با فرض اینکه اون رو آماده دارید نفرستادم.
بیشتر این ویدیوهایی رو که قراره به گونه موازی و همراستا با اون برنامه پرگار بی بی سی نشون داده بشه براتون فرستادم. یعنی این ویدیو شماره یکی که باید نشون داده بشه به عنوان یک مورد اثباتی از این که چه جمله هایی و چه واژه هایی رو در برنامه پرگار بی بی سی جا میندازن و مهمانانشون چگونه سیاست های ماک سیکس رو به خورده یا ماک شیش رو به خورده مردم ایران میدن. پس از نشون دادن این ویدیو دیگه باید بریم روی اون برنامه پرگار بی بی سی پیرامون درگیری های نقده و اگر چون من اون رو نفرستادم سپاسگزار میشم پس از این ویدیو اون رو آماده بفرمایید. بله اون آماده است، مشکلی نداره. سپاسگزارم. اگر ویدیو شماره یک من ویدیو شماره یک هر دو تا قسمتی که برای من فرستادین رو پخش کنم، دو تا قسمت. بله از ثانیه 35 تا 1:36 6:24 تا 6:36. بیش از اینکه پخش کنید فقط بگویم هم میهنان گرامی صادق سبا که 25 سال در بی بی سی کار میکرد، 7 سال هم سرپرست بی بی سی بخش فارسیش بود، همون فردیه که خودش به زبان خودش اعلام کرد ما سیاستی رو داریم در بی بی سی که به هممیهنانمون در بخش آذری نشین آذری نگیم و ترک بگیم. به این مسئله خوب دقت بکنیم و بارها در بی بی سی پیرامون آفرینش یا خلق یک اندیشه ضد بشری به نام پانترکیز از سوی انگلستان با ابزار و کمک سه یهودی صهیونیست با شما گفتگو کردیم. امروز بیرون از جریان برنامه است، به این نخواهیم پرداخت. و همچنین آقای داریوش کریمی خیلی موجود جالبی است، در سال 91-92 کتابی دارد، 91-92 خورشیدی اسلامی، یک کتابی رو برگردان کرده است از میخائیل باختین که این در ایران به چاپ رسیده و مجوز هم گرفته و این رو و همچنین توجه بکنید که اینها به تروریست های حرفه‌ای در بی بی سی و پرگار بی بی سی میگویند پیکارجو. سپاسگزار میشم اگر پخش بفرمایید این سخنان داریوش کریمی رو که با زیرکی میگه جمهوری اسلامی عاقل‌تر از اونه که مخالفان جمهوری اسلامی عاقل‌تر از اون هستن که برای پایان حیات اون روز شماری بکنن، مگر آنانی که به دخالت عوامل خارجی دل بستن. یعنی چی؟ یعنی هواداران پادشاهی که برنامه‌ریزی میکنن، تلاش میکنن، شب و روز دارن پوزش میخوام جون میکنن برای آزادی میهنشون و آرزو دارن که فردا ایران آزاد بشه، برای این دارن با این فرض دارن برنامه‌ریزی میکنن، اینها چنینند و چنانند. و این مردک آقای اوشنگ امیر احمدی مزدور اینجا و آنجا، زبلخانیست برای خودش، زبلخان اینجا، زبلخان آنجا، زبلخان همه جا. ببینید که چه تعریفی از انقلاب شورش 57 میکنن که به نام انقلاب میگوین و از خمینی. سپاسگزار میشم. سلام، من داریوش کریمی هستم. مخالفان جمهوری اسلامی ایران عاقل‌تر از آنند که برای پایان حیات اون روز شماری کنند، مگر اونها که به دخالت مؤثر عوامل خارجی دل بستند. اما همیشه چنین نبوده. چنین عقل و درایتی در روزهای آغازین استقرار جمهوری اسلامی کم پیدا بود. در اون روزها بیشترین مخالفان که در لس آنجلس گرد آمده بودند قول سقوط جمهوری اسلامی ظرف 6 ماه را هر 6 ماه تکرار می کردند. 30 سال دیرتر به رغم گستردگی طیف مخالفان و به رغم دامنه وسیع تحریم‌ها چنین قول و قرارهایی کمتر بیان می‌شود. اما این بدان معنا نیست که مخالفان از امکانات و منابع جمهوری اسلامی و دلایل ماندگاری اون به خوبی آگاه شدند. بحث دقیق در مورد دلایل ماندگاری جمهوری اسلامی همچنان کم شمار است و به جای اون بیان آمال و آرزو فراوان، آمال و آرزو در لباس تحلیل و استدلال. از بندم ضمن تشکر به سلام برای بینندگان و شنوندگان شد بعدیم عرض شود که خب حرفایی رو که آقای اسدی زدن تا حدودی صحت داره، مخصوصا قسمت اولش که شیفتگی به آقای خمینی بود درسته. من اصلا یک بحث دیگه ای رو میخوام مطرح کنم. من فکر میکنم یک درک بسیار اشتباهی مخالفین حکومت از این انقلاب داشتن. انقلاب ایران یکی از نادر انقلاب‌های تاریخ که اکثریت انجام داد، یکی از مردمی ترین انقلاب‌های تاریخ، یعنی 4 تا انقلاب تو دنیا میتونی اسم ببری: انقلاب ایران، انقلاب چین، انقلاب انگلستان و البته انقلاب فرانسه. شاید انقلاب فرانسه با انقلاب ایران قابل مقایسه است در رابطه با
ملتی جمعیتی توش بودن. این انقلاب بسیار مردمی بود، ریشه داشت، این بومی بود، خواستهای خیلی اساسی و عمیق داشت. این انقلاب خب قبل از همه چیز بازم اسلامی بود، یعنی یک ایدئولوژی بومی که در ذات این ملت بود. ایران کشوری که 20,000 تا امامزاده داره، با هنوز 1400 ساله برای امام حسین سینه میزنی. این انقلاب ایدئولوژی آورده بود که با مثل ایدئولوژی سوسیالیسم غریبه نبود، مثل ناسیونالیسم ایران فقط جغرافیا نبود، مثل وطن‌پرستی نوع رضاشاهی تاریخ فقط نبود، یک انقلاب بسیار عمیق به مردمی بود. این خیلی بحث مهمه، یعنی ما اصلا اشتباه کردیم این انقلاب. از روز اول این کسانی که با این حکومت برخورد کردن این انقلاب رو نفهمیدن، عظمت این انقلاب رو نفهمیدن، ریشه های این انقلاب رو نفهمیدن، عظمت اسلام رو ندیدن، به بهش بها ندادن. به این شیفتگی به آقای خمینی فقط این نبود که یه آدمی بود با عمامه سرش بود، این نه فقط اسلامی بود، یه دلیل دیگه هم داشت. یه آدمی بود که اومده بود وسط، سالها مبارزه کرده بود، به اومده بود حالا داشت خیلی از آرزوها و امیال این ملت رو که مدت ها سرکوب شد سرکوفته شد. ولی 30 سال میگذره از اون زمان. بله دکتر جان، پخش شد کامل. بله بسیار سپاسگزارم. دیدید که آقای هوشنگ امیر احمدی که بهش تانک احمدی هم میگن، حالا فرکورش در اون برنامه راهیان نور رو به شما نشان خواهیم داد، هوشنگ تانک احمدی، با بی‌شرمی بیاد بگوید خمینی فقط یک فردی که عمامه سرش بود نبود، بلکه به خاطر اینکه اسلامی، به خاطر اینکه اسلامی بود، نه فقط به خاطر اینکه اسلامی بود، بلکه آدمی بود که آمده بود وسط، سالها مبارزه کرده بود و خیلی از آرزوها و امیال ملت را که مدت‌ها سرکوب شده بود برآورده کرد. اینها تنها صحبت‌های امیر احمدی نیست. امیر احمدی که سال‌هاست داره با عبدالحمید همایون با نام شهرام همایون و لقب درستش که شهرام شالاتانه داره کار میکنه و بیاد در بشینه بغل دست شهرام همایون و بگوید، یا شهرام شالاتان، و بگوید که دیگر پادشاهی تمام شد و به ایران باز نمیگردد. این سخنان رو مانند تیکای پازل بذارید کنار همدیگه، ببینید به چه تصویری میرسید. خب این آقای داریوش کریمی و اون بالا دستیش که زنش باشه روزیتا لطفی، اینها به قول گفتنی، اینها میدونن که کی رو باید برای این، چه کسی رو برای این برنامه‌ها باید دعوت بکنن و چه سخنانی از زبان اینها باید داخل بی بی سی گفته بشه، داخل پرگار گفته بشه، چه واژه‌هایی و چه جمله‌هایی رو باید جا اندازی بکنن. سپاسگزارم ما از این گله ایران ستیزان رد بشیم، از این برنامه بی بی سی منظورم بود. و اگر سخنانی دارید بفرمایید، که اگر نه بریم روی این برنامه پرگار بی بی سی، چون بسیار هم طول و دراز است، اگر نادرست نگویم 54 دقیقه است که ادوار. بله جناب قاسم، شما صحبتی دارید در رابطه با این قسمت یا برم روی ویدیو؟ نه، سخنان لولو آفتاباری که دوستان میدونن ما توی رستاخیزشیمو چند بار آوردیمش و به قول گفتنی به غلط کردن افتاد بارها و بارها توی رستاخیز حسمت روش. بریم سراغ بله درود بر شما، اعترافات جالبی هم در رستاخیز کرده بود. خیلی اعترافات کرد، خیلی اومد از شارلاتان بازی شهرام همایون گفت، از رابطش با سپاه قدس گفت، در مورد اینکه رضا حاضری یک بشکه هست که استرالیا، در مورد رابطه رضا حاضری با قالیباف گفت، با امپراتوری قالیباف در استرالیا و بسیاری مطالب دیگری که رستاخیز سیمرغ از بقول معروف پشت پرده های این هوشیجون یا همون لافتابه بیرون کشید برای ملت. بسیاری از سناریوها هم توی همون داستان ها به هم خورد. حالا جالبه، به تازگی هم اعلام کرده آقای رئیسی از من خواسته که من به ایران بازگردم. من فکرم میخوایم این به تازگی اعلام کرده آقای رئیسی از من خواستگاری کرده. امیر احمدی سنش خیلی بالاست، تحمل نمیتونه بکنه. بله ایشون خیلی خسته هم هستن. کدبان اگر کاغذ خودکار داشته باشید که یادداشت بفرمایید، ازتون بی اندازه سپاسگزار میشم. بفرمایید. بله از اجازه بفرمایید. بله از دقیقه
یکم تا 6 و 16 ثانیه، 6 دقیقه و 16 ثانیه. این رو اگر پروانه بدیم با هم گوش بکنیم و بازگردیم پیرامونش اون تحلیلایی که نیازه رو با هم میهنان گرامی در میان بگذاریم. بسیار عالی. میتونید از همون از آغازش میتونید پخش کنید. بله بله از اول باید پخش کنید. آره چون فقط دقت کنید هم میهنان که این داریوش کریمی پدر سوخته مأمور MI6 یا MI6 با زیرکی از یک رویدادی که در یکی از شهرهای ایران چند روز پیش چند هفته پیش رخ داده میخواد بگه که این رو تعمیم بده به همه ایران، چیزی که براش MI6 سالهای سال برنامه ریزی کرده و یارگیری کرده و اصلا کمک کرده جمهوری اسلامی به همین منظور بیاد سر کار. این رو میگوید که در شهرهایی که ترکیب قومی مثلا چند قومی هست اون همزیستی شکننده است. این رو تا از آغاز تا دقیقه 6 دقیقه و 16 ثانیه گوش کنیم با پروانه شما و کد با قاسم گرامی و بازگردیم به همین حد. بریم گوش کنیم و ببینیم و برگردیم. حوادث اخیر نقده در آذربایجان غربی نشان داد خطر تنش قومی در ایران را نمی شود دست کم گرفت. همزیستی شهروندان از قومیت‌های متفاوت در شهرهایی چون نقده تحت چه شرایطی ممکن است مختل شود؟ راه حل چیست؟ سلام. حوادث اخیر نقده که چند کشته و زخمی به جا گذاشت و شهر را چندین روز برای مردم ترک و کرد ساکن آن ناآرام کرد، زنگ خطری بود که نشان می‌داد همزیستی در شهرهایی که ترکیب متنوع قومی دارند شکننده است. این خطر به ویژه در شهری چون نقده یا آنگونه که شهروندان ترکش می‌گویند سلدوز، یادآور حوادث خونین پس از انقلاب است. حوادثی که هنوز هم در حافظه جمعی مردم منطقه زنده است و ترس آنان از خشونت قومی را دوچندان می کند. ریشه تنش و خشونت قومی در شهرهایی چون نقده در چیست؟ تا چه حد این خشونت نشانگر گسلهای خطرناکی است که زیست مشترک قومی در کشور را به مخاطره می اندازد؟ در کوتاه مدت برای جلوگیری از بروز چنین خشونت‌هایی چه میتوان کرد و در دراز مدت راه حل اساسی مشکل چیست؟ چگونه میتوان سرچشمه‌های تنش و خشونت قومی را از بین برد؟ مهمان‌های این هفته پرگار ماشاءالله رزمی، فعال مدنی ترک و آشنا به مسائل آذربایجان غربی، و سعید شمس، تحلیلگر و استاد دانشگاه سوران استان اربیل. خیلی خوش آمدید آقای رزمی. شما ریشه های حوادث نقده و اصولا تنش قومی در اونجا رو در چی میدونید؟ وقایع اخیر سلدوز یا همون نقده که گفته میشه، به طور کلی یه سری مسائلی در تمام آذربایجان غربی وجود داره مثل اونا، ولی یه عامل خاصی هم در نقده اخیراً وجود داشت و اون مسئله انتخابات انجمن شهر بود. در انتخابات انجمن شهر سلدوز ترک‌ها لیست واحدی داده بودند و موفق شدند که تمام اعضای انجمن شهر از ترک‌ها انتخاب بشن. و احزاب کردی که در اون منطقه ادعای نفوذ دارن در این رابطه خوشحال نبودن و فعالین و طرفداران آنها به اصطلاح این نارضایتی را به اشکال مختلف نشان میدادن و این درگیری بین یه میکانیک و یه ترک هم سر همین مسائل تشدید شد. یک چند نفر دخالت کرد. درگیری که شخصی بود، شخصی بود و درش یک نفر کشته شد، فکر میکنید متأثر از این عوامل هم بود؟ نه، اون دو نفر نه، ولی کسانی که به اصطلاح به دفاع از این دو نفر آمدن مسئله را در واقع
ربط دادم به اون یکی مسئله بله. مسئله انتخابات و بقیه ماجرا که جزئیاتشون میدونیم بله. این عامل خاص نقد است نه حوادث اخیر نقد است ولی عوامل کلی که در واقع جو روانی مخصوصی در اونجا به وجود آورده بخشاً مربوط میشه به سیاست‌های جمهوری اسلامی که علاقمند است گاهی تشدید بکنه این اختلافات را و بخش بزرگش مربوط میشه به سیاست احزاب کردی در آذربایجان غربی که منظورتون چیه؟ منظورم شروع عملیات مسلحانه حزب دموکرات کردستان ایران از 5 سال پیشه که مردم در اونجا به شدت از این مسئله نگران شدن، احساس ناامنی کردن، حتی افرادی که با جمهوری اسلامی میانه خوبی نداشتن، خوششون نمی آمد به خاطر اینکه زندگی دارن، باغ دارن، مزرعه دارن، برای دفاع از خود رفتن به بسیج پیوستن که بتونن اسلحه داشته باشن، بتونن اگر کردها مسلحانه حمله کردن اینا بتونن دفاع بکنن و این موضوع عملا میشه گفت که درست عکس اون چیزی بود که شروع کنندگان مبارزه مسلحانه در اونجا انتظار داشتن، یعنی عملا موضع جمهوری اسلامی تقویت شد و منطقه ناامن شد، حالت میلیتاریزه به وجود آمد و فعالیت مدنی که سابقا اندکی تحمل میشد اون هم ممنوع گردید و این نارضایتی ها تشدید شد و طی این 5 سال گذشته اختلاف ترک کرد در منطقه در رابطه با همین سیاست های که پیش رفته بیشتر شده. البته معمول مردم معمولی رابطه منظورتون تنش در رابطه بیشتر شده. بیشتر شده. مردم معمولی چه کرد باشه چه ترک باشه علاقمند به زندگی مسالمت‌آمیز هستند و خانواده ها مختلط شدن با هم ازدواج کردن و نمیخوان که به اصطلاح زندگیشون به هم بخوره، ولی سیاست هایی که اتخاذ میشه از طرف این احزاب عملا کردها قربانی میشن در این رابطه، ترک ها احساس خطر میکنن و این اختلافات شدیدا ظاهر میشه. شخصی که به عنوان قاتل بله شنیدیم آقای دکتر جناب قاسمی عزیز تا دقیقه 6:16 میکروفونتون بسته است آقای دکتر، اگه لطفا بازش کنید ممنون. خواهش میکنم اگر سخنانی دارید بفرمایید که من هم بپردازم به این بخش. شما بفرمایید، دارم تصاویر رو. سعید جان شما صحبتی دارید مطرح کنید. من فقط یه مطلب بگم برای دوستان شاید خیلی جالب باشه. شما از هیچ کدوم از این جنایت‌هایی که الان در داخل ایران داره اتفاق می‌افته از روز 22 بهمن شب 23 بهمن بگیرید تا به امروز هیچ موقع آیت الله بی بی سی در مورد این مسائل و مشکلات نمیاد برنامه بذاره، نمیاد کارشناس دعوت کنه، نمیاد در موردش صحبت کنه، هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا گویی الان در ایران گل و بلبل است و ملت در ایران دست دسته کشته نمیشن در مورد مثلا همین نبود واکسن یا کشتار در داخل ایران یا جنایت های دیگه که جمهوری اسلامی انجام داده. هیچ وقت شما در بی بی سی چیزی نمیشن، همه چی گل و بلبله. خب باید بیایم به درگیری که دو نفر در یک گوشه ای از ایران یک درگیری زد و خوردی انجام شده و یک نفر هم کشته شده، بیاییم برنامه یک ساعته در آیت الله بی بی سی به این بهانه بسازیم که حالا به کجا برسیم. ولی دوستان حالا دکتر توضیحاتو میدن؟ خواهش میکنم. در ادامه به تلاش مجری بی بی سی، به تلاشش که به این که خیلی راحت، یعنی از زبان این دوتا چلعوز خیلی راحت بیاره بیرون که آقا راه حل این معضل از دید آیت الله بی بی سی تجزیه ایران است، چه تلاشی میکنه برای این؟ ضمن اینکه در انگلستان و مستعمره های انگلستان هیچ گونه همزیستی قومیتی و ملیتی هیچ مشکلی ندارد و
فقط در ایرانه که این همزیستی باید ریشه‌ای حل بشه، حالا چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، که در ادامهش هم میرسیم به مطالب جالبتری که این دوتا، این سه نفر یعنی این سه تا ایران ستیز با هم دیگه گفتگو میکنم. بفرمایید دکتر جان. خواهش. خواهش میکنم. ببینید کدوان قاسمی گرامی، به درستی فرمودین کدوان، هنوز اون آبروریزی نژادکشی سرخپوست ها که گورهاشون در کانادا کش شد مگر خوش شده کدوان؟ صدها بچه کوچیک رو اینها شکنجه کردن و کشتار کردن، چرا نمیان راجب این باید 10 تا برنامه یک ساعته گذاشت. در باره هر سال باید در برای یادآوری از نژادکشی سرخپوستا برنامه گذاشت. به درستی اشاره کردین یک درگیری پیش اومده، حالا یک سر ماجرا یک کارگر مکانیکی بوده است که کشته شده، یک سر ماجرا که از میان هممیهنان بودن در نقده. این رو بیان با برنامه ریزی، بعد مهمانان برنامه کیان؟ ماشاءالله رزمی یک تروریست فدای خلقی آدمکش و چریک فدایی، یک تروریست ارتجاع سرخ، از اون برم هم که خودش از ایرانیان آذری و طرف مقابلش هم که الان هم پانتورکه، تجزیه طلب پانتورکه، یعنی دوچار بیماری، قبلا به بیماری ارتجاع سرخ چپ یا چپ مغزی دوچار بوده، اکنون هم به بیماری راسیزم پانتورکی آلوده است. طرف مقابلش هم همکارش در حزب بوده از ایرانیان کرد، آقای سعید شمس، استاد دانشگاه سوران اربیل اگر نادرست نگویم، و که اونم بیماری ارتجاع سرخ داشت، شاخه اون گروه فدایان خلق، چپ مغز چریک فدایی تروریست بوده، و اینم الان آلوده به بیماری راسیسم و شوونیسم پانکوردیست. و عنوان برنامه چیز خیلی واقعا پوزش میخوام، این اصطلاح رو من زیاد دوست ندارم ولی باید این جمله رو به کار به مرغ پخته خندش میگیره، ناسیونالیسم قومی در حوادث، نقش ناسیونالیسم قومی در حوادث اخیر نقده. آخه مگه قوم هم ناسیونالیسم داره؟ ناسیونال از نیشن میاد. خب ببینید اینجاست که میگم اینها واژه ها و اصطلاحات رو هم میانان گرامی آگاهانه گزینش میکنن و میدونن دارن چی رو جا اندازی میکنن. دو هدف که اینها دست کم تا اینجای برنامه ما این رو با شما در میان بگذاریم، القای این که قوم نیستند و ملیتند و ناسیونالیسم دارند، به جای که بگوید قومگرایی و عشیره پرستی، از واژه ناسیونالیسم قومی یک آش شل قلمکاری می سازد داریوش کریمی مأمور MI6 یا MI6. و چه جمله‌ای به کار می برد؟ می گوید که حوادث اخیر نقده که چند کشت و زخمی بر جای گذاشت و شهر را برای مردم کرد و ترک، مردم ترک، گویی که مثلا اونجا برای نمونه میگم، اونجا برای هممیهنه لوری که زندگی میکنه ناام نشده، برای یک پارسی زبان ناام نشده. اصلا این تقسیم بندی ها شگفت آوره. به جایی که بگوید برای ایرانیان نقده ناام کرده شهر رو، میگوید برای ترک و کرد، گویی که اصلا کسی دیگری اونجا زندگی نمی کند. برای مردم ناآرام کرد مردم کرد و ترک و زنگ خطری بود که نشان داد در شهرهایی که ترکیب قومی متنوع دارند، منظورش اینه که امنیت شکننده است و مانند شهری مانند نقده یا اونگونه که شهروندان ترکش میگویند